Want to speak real Persian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PersianPod101.com. سلام به همگی. من آنیتا هستم. میدانید که حضرت محمد یا پیامبر اسلام کی و چگونه به پیامبری رسید؟ روزی که این واقعه بزرگ روی داد، عید مبعث یا بعثت نام گرفت و از با اهمیت ترین روزها برای مسلمانان ایران و جهان و دین اسلام به شمار می رود. در این درس فرا می گیرید که جشن عید مبعث در میان مسلمانان شیعه در روز 27 ماه رجب یا هفتمین ماه قمری برگزار می شود. در این روز مردم به نماز و روزه و غسل پرداخته با جشن و شادی واقعه بعثت را گرامی می دارند. آیا می دانید که معنی لغت بعثت یا مبعث چیست و چرا این روز به این نام است؟ جواب را در آخر این ویدیو به شما نشان خواهیم داد. عید مبعث روزی است که سالها پیش حضرت محمد پیامبر اسلام از سوی خداوند به پیامبری برگزیده شد. طبق روایات حضرت محمد وقتی در 40 سالگی در غار حرا مشغول عبادت و راز و نیاز با پروردگار بود، فرشته خدا جبرئیل بر وی ظاهر شد و به او می‌فرماید که بخوان، به نام پروردگارت بخوان، که منظور از خواندن قرائت قرآن بود. این در حالی بود که آن حضرت خواندن نمی‌دانست، ولی در این هنگام معجزه‌ای رخ داد و او شروع به خواندن کتاب آسمانی کرد. بدین ترتیب بود که حضرت محمد به مأموریت الهی برگزیده شد. شیعیان در ایران معتقدند که واقعه بعثت پیامبر در روز 27 ماه رجب روی داده است، ولی مسلمانان سنی یا اهل سنت باور دارند که تاریخ بعثت پیامبر در واقع شب قدر در 21 رمضان بوده است. آنان فرستاده شدن قرآن در این شب را دلیل اصلی این باور خود می دانند. زیرا در رابطه با شب قدر می دانیم که در آن قرآن بر پیامبر نازل می شود. همچنین جبرئیل و فرشتگان دیگر ظاهر شده سرنوشت بندگان را رقم می زنند. و نیز همان شبی است که معتقدان الهی همانند حضرت محمد تا صبح به پرستش و عبادت خداوند می پردازند. اعمالی که در روز عید مبعث توسط مسلمانان انجام می گیرند عبارتند از غسل و شستشوی بدن، روزه گرفتن، عبادت و زیارت حضرت رسول و امیرالمومنین امام علی و صلوات فرستادن به تعداد زیاد. صلوات عبارت خاصی است به زبان عربی که به معنی سلام و درود بر حضرت محمد و خانواده و پیروان اوست و مسلمانان معمولاً در مناسبت‌های مذهبی آن را ذکر می‌کنند. همچنین به مناسبت جشن عید مبعث مراسم‌های شاد و متنوعی برگزار می‌شوند، مانند اجرای ورزش زورخانه‌ای به نام مبعث. غار حرا یا همان مکانی که حضرت محمد برای عبادت به آنجا می‌رفت و در آن به بعثت پیامبری برگزیده شد، غاری است در کوه نور، واقع در شهر مکه در عربستان. این محل همکنون یکی از مکانهای مقدس و متبرک مسلمانان به شمار می رود که از نقاط مختلف برای عبادت و زیارت به آن سفر می کنند. و حالا جواب سوال اخیر را به شما می دهم. آیا می دانید که معنی لغت بعثت یا مبعث چیست و چرا این روز به این نام است؟ کلمه بعثت یا مبعث به معنی برانگیختن، فرستادن، بیدار کردن و زنده کردن است. زیرا در حقیقت خداوند حضرت محمد را به میان مردم فرستاد تا آنها را از غفلت بیدار کند و به راه راست و خداپرستی دعوت کند. این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟ آیا عید مبعث در کشور شما نیز وجود دارد؟ نظر خود را برای ما به PersianPod101.com ارسال کنید. به امید دیدار در درس بعدی.